اولین تمری رو که من تهیه کردم ورزشی این تمر بود که مسابقات جام جهانی بودن. بهزادی جباری، علیش خانی، پروین، کارو اقبردیان. شما اصلا ببینه رنگ بندی این تمرها رو آدم نگاه میکنه اصلا لذت میبره. فقط جدی میگم، ها، رنگ بندیشونه. بعد تنوع ورزش ها رو هم میبینید شما. از سال 1300 تا 1380 انشاءالله داریم کار میکنیم. تقریبا چیزی حدود 80-90% اطلاعات و دست بردیم، تصاویر و اسناد و مدارک ورزش دیسپلو. و قبلا هم که جناب خود استاد امام در مورد ورزش اندیمش نوشتن و من کتابشون مجددا تجدید چاپ کردم با چند تصویر اضافه تر. این کاری که الان داریم تو دسپی داریم انجام میدیم تاکنون انجام نشده. منم تقریبا از نوجوانی علاقه وافری به ورزش داشتم. شخصیت های دسپولی که جمع‌آوری شدن، این عکس‌ها و آثار تاریخی دسپول هستن و شما ملاحظه می‌فرمایید اینا رو که در اینجا جمع‌آوری شدن. این عکس‌ها مربوطن به گذشته دسپول، شخصیت های دسپولی. اینجا در واقع به نوعی مدارس علمیه بودن به سبک سنتی، در اینجا اینا شاگرداشون بودن. اینا هم شخصیت هایی بودن که به اصطلاح اهل معرفت بودن، به اصطلاح اونایی که بودن که در سلک عرفان بودن در دسپول. این همون محلیه که به در واقع باغ گودول، معروف به گودول که اصطلاحا محل کاشت سبزیجات بود. اون موقع آب رو از چاه میکشیدن به وسیله یک حیوان گاو بود و یه دلوی رو که تو چاه میداختن آب رو میکشیدن تو این جوب روانه میکردن و آبیاری میکردن مزارع رو. این هم شخصیتی بود که از بزرگان دسپول بودن که صاحب مؤلفات دو تا کتاب داشتن، یه دیوان و دو تا رساله داشتن که خود بنده کار کردن و چاپش کردن. سید مرتضی سنادالاسلام دسپولی، آقا شیخ محمد رضای دسپولی که از بزرگترین فقها بعد از شیخ مرتضی انصاری، ایشون تقریبا برجسته ترین فقیه هستن در ایران. حتی ها اینو من میگم، در ایران جز فقهای برجسته هستن که اطلاع دارید بزرگانی چون مرحوم امام خمینی، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله خونساری افتخار شاگردی این بزرگوار رو داشتن. این شخصیت ها اینجا بودن. بعد باقره که صاحب باز اتاق درسی داشتن، حوزه علمیه داشتن. ایشون هم که صاحب 12 تألیف هستن، نسخه‌های خطی که الان پیش من موجودن، نسخه‌های خطیشون از جمله دیوانشون رو که داریم روی این شخصیت ها کار میشه. و این هم شخصیت های بزرگی هستن در اینجا میبینید، چه از نظر سیاسی، چه رجال سیاسی، چه رجال علمی و چه رجال عرفانی. آقا سید علی مبدع درویش هستن که 40 سال در هند بودن، اونجا بعد اومدن در ایران و در واقع ایشون مهدوی دسپول رو تأسیس کردن. ما در اینجا به شما نشون خواهیم داد این مرحوم ملا محمد تقی ناهدیه که دیوان ناهدی رو من 25 سال کار کردم چاپ شد که میدونه دیوانش به گویش دسپولی هست. یکی از بهترین دواوین واقعا ادبی و فرهنگی تو این منطقه. و اینم عکسایی که از پل قدیم هستن و اینم عکسی است مربوط به مسجد جامع دسپول که اون موقع به اصطلاح یه منطقه بود نزدیکش به نام چلاکه یا چلاکه که بازاری بود می‌بردن و اونجا بارانداز می‌کردن و کالاهاشون رو به فروش می‌رسوندن پشت مسجد جامع دسپول بود. اینو شما ببینید، این مال دوره کریم خان زنده. بله ببینید قلمکاری شده از روش. این مربوط به دوره قاجار، قهوه جوش دوره قاجار. اون لیوان مربوط به دوره کریم خان زنده. بعضی آثار من دارم که مربوطن به اینا. و یه چی من به شما بگم، من اصل ساروج دوره ساسانیان رو هم دارم، اصلی که مربوط به 1800 سال پیش باشه الان من موجود دارم، خود اصل ساروجو. خود مادر بزرگمه. اینا در واقع دسپوله به این میگفتن دیک. اینو قصد می‌بردن براشون، من می‌دیدمش می‌نشست داخل حیات
غذا رو میگرفتن با هم دیگه، اینا رو به صورت نخشون میکردن، بعد اینا رو اینطوری پیچشون میدادن دنبال این تا اینکه این کامل میشد، بعد میومدن اینا رو دوباره کلاف میکردن، نخا رو میدادن. اون موقع غز استفاده میکردن برای لباس و اینا، چادر غز داشتن، لباس درست بیشتر چادر درست میکردن. اینا همه کار استادکاران دسپولی هستن. اطلاع دارید که ورشو در ایران اختصاص به دو شهر داشت، اصفهان و دسپول. واقعا دو تا شهر صنعتی بودن از نظر کار ورشو. و استادکاران بروجردی که الان تو کار ورشو حرف اول رو میزنن، اینا همشون شاگردی کردن در نزد استادکاران دسپولی. من توصیه میکنم به سرکار عالی و بقیه دوستانتون که حتما نسل رو تشویق بکنید به کارهای هنری، نسل جوان رو مخصوصا خانما رو که سرخورده تو جامعه نشن، ببینن یکم سنشون میره بالا پولی مایوس میشن، نشن، اصلا نیازی نیست. انسان وقتی تو در واقع وجودش در کار و هنری پخته شد، اصلا فکر میکنم دیگه زندگیش دگرگون میشه، نگاهش هم عوض میشه. من اعتقادم برمیاد.